سلام بر بینندگان خوب تلویزیون عصر امروز، به خصوص برنامه چهره ها طبق هر چهارشنبه در کنار غزاله جهان پناه. خوش آمدی عزیز. برم با سلام به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که در هر کجا که هستی روز روزگارتون خوش باشه، سلامت باشید و در پناه حق باشید، حال دلتونم خیلی خوب باشه، مخصوصا در این روزهای بهاری که همه جا سرسبزه و بوی بهار همه جا کم کم پیچیده. واقعا ولی این بارونه داره همچین یه سری داره میره تو نرو ماها به خاطر نوروز. البته به خاطر نوروز میدونی، چون شکوفه های زیبا با این بارندگی خیلی زیاد همه ریخته میشه دیگه، اون جذابیت و قشنگی خودشو نمیتونه داشته باشه. من دلم برای همین فقط میسوزه. انشالله که، ولی دیگه فکر کنم بارونا تموم شد دیگه، این آخریش بود. هفته دیگه هم بارندگیه. کم میاد ولی خب سیزه درمونه که این بارونا خراب کرد. نه شب چهارشنبه، شب چهارشنبه سوری ببخشید. آره دیشب بود متاسفانه. بله ولی خب دیگه میگن بارون برکته. هیچ وقت من از بارون میدونم زیادش هم آدمو واقعا دیپرس میکنه، خیابونا رو همه مسائلش هست، ولی فکر اینو میکنم که تابستون امسال حسابی میتونیم میوه های خوش آب و رنگی به همون باشه. اون کمبود آب جبران بله، میشه، اونا همش جای شکرگزاری هست. بله anyways الهی که همیشه دلتون خوش باشه در هر حالی که هستید، شاد باشید و خوشحالم که باز هفته دیگه شد اومدم در کنار شما عزیزان، در کنار شمای عزیز باشیم و برنامه رو اجرا کنیم. در آغاز کار، در آغاز برنامه من تسلیتی داشتم برای واقعا جامعه هنری، هنرمندان و تمام ایرانیان عزیز در هر کجا و خانواده محترم این عزیز. واقعا بعضی موقع خبرهای میرسه که آدم شاک میشه. حقیقتا میدونیم که دیشب متاسفانه که از دوستای عزیز و یکی از هنرمندان برجسته، واقعا یکی از نقاشان بی‌نظیر، آقای داوود روستایی رو از دست دادیم و در سن کم، در سن 63 سالگی. واقعا خیلی من ناراحت شدم، خیلی متأثر شدم، خیلی افسوس خوردم که خدا قربونش برم واقعا چه عزیزایی رو میاد و از بین ما میبره. حقیقتا وقتش نبود. ایشون خیلی هنرمند بودن، خیلی آدم خوبی بودن، خیلی آدم افتاده‌ای بودن، خیلی هم وطن پرست بودن. خیلی وطن پرست. آفرین. میدونین کرد بوده. بله کرد بوده و خیلی هم نسبت به منطقه‌ای که متولد شده و زندگی کرده خیلی هم حساسیت داشت. خدا رحمتش و شکنه. آدم باسوادی بود. در یه جمع وقتی که می آمد اون جمع رو خیلی چجوری بهتون بگم، یک تحولی به وجود می آورد در رفتارش، کردارش، آوازش. می خوند، صدای قشنگی داشت و آهنگای کردی وطنی میخوند واقعا و یک مجموعه از همه چی بود این مرد واقعا، ولی قدر خودشو ندونست واقعا و متاسفانه هنرمندای ما اونطور که باید و شاید به خودشون نمیرسن و فکر آیندهشون رو نمی کنن، فکر همون زمانه به خصوص رو میکنن و این گذر زمانم بیرحمه و میزنه واقعا تمام گلا رو میبره. واقعا متاسفانه چیزی که ما در جامعه همون داریم و یکی از واقعا مزلات جامعه ما هست با وجود خوبی ها، هیچ وقت قدر محبت، قدر هنرمندامون رو نمیدونیم. نه متاسفانه. و واقعا به ابیوز کردن، انیوز کردن هنرمندامون مشغولیم. فکر میکنیم اگر که بتونیم یک شعر رایگان از یکی بگیریم یا ارزون بگیریم خیلی هنر کردیم، یه آهنگ رایگان از یکی بگیریم، یک قاب عکسی، یک کار هنری، یک چیزی رو رایگان یا به قیمت در واقع بزنیم توی سر اون هنر و اون چیز و بتونیم مثل کاسبی و چون سوء استفاده کنیم. من به خصوص کردیت بگیرن در بغل اون اگزکتلی به طور مثال نقاشی این فرد در منزل ما باشه. بله. شعر این هنرمند رو ما بخونیم. آهنگ فلان موزیسین رو ما داشته باشیم رویش. واقعا با... یعنی اون رو شما دارین با
یک چجوری میگم اون کار هنری اون فرد رو دارید بی ارزشش میکنید، توی سر به قول توی سر مال زدن، توی سر اون کار زدن، و از غربت، از در محیط واقعا اون جامعه ما نیست، توی کشور خودمون نیست، نهایت سوء استفاده رو از کسایی که واقعا مخصوصا هنرمندا که روی حساسی دارن، مخصوصا هنرمندا که خیلی زیاد در پی پول و به قول بیزنسمن و کاسبکار نیستن، واقعا بهشون ضربه میخوره. و برای من خیلی سال هاست خب اینجا هستم، میبینم در جامعه آمریکایی، در جامعه دیگه، نشنالیتی های دیگه، یک هنرمند، یک خواننده، یک موزیسین، یک شاعر، یک نقاش، یکی که کارهای هنری داره، واقعا اینا در اون صد و اون بالای جامعه قرار دارن، بهترین پولا رو برای آثارشون داده میشه، بهترین واقعا میگم شرایط از لحاظ مالی و از لحاظ همه جور به اینا کردیت داده میشه. ولی متاسفانه جامعه ما جامعه هست که همه چی رو مفت میخواد، همه چی رو رایگان میخواد، همه چی رو میخواد به قول معروف چی میگه ها، بتونه بزنه و ببره. میدونیم متاسفانه بعضی از افراد هستن وقتی که هنرمند ازش دوره ولی اسم و رسم داره، چون خودشون بی هویت هستن، بله، میخوان خودشونو بیارن در کنار این هنرمندا قرار بدن و بتونن از طریق این هنرمندا کردیت بگیرن و یه معروفیت کاذب برای خودشون جور کنن، عکس تو فیسبوک بذارن، این اینستاگرام بذارن که ما در کنار بودیم. وقتی که نزدیک میشن، وقتی از نظر شرایط زندگی و شرایط مالی میفهمن که ممکنه این طرف نیازمند باشه، شما نمیدونین چه کسبی، یعنی چه رفتار نادرستی بد با این شخص انجام میدن که و با همین شخص هنرمند و نقاش برجسته ما و یک هنرمند وطن پرست ما این کارو کردن. خدا از واقعا این افراد نگذره. حقیقتا کسایی که ابیوزد و یوزد میکنن هنرمندای ما رو و با این همه هنری که این واقعا دوستای عزیز و هنرمندای عزیزی همه سالها ما میبینیم در خارج از ایران دارن، واقعا در شرایط نامناسبی زندگی میکنن، از لحاظ مالی ساپورت نمیشن و اینها هم انقدر به خاطر روح هنرمندشون انقدر طبعشون بلنده و انقدر واقعا روی رودربایستی با افراد هستن و خب نمیخوان اون وجهشون رو از دست، به هیچ وقت روشون نمیاد واقعیت ها رو و اون شرایط زندگی رو بیان خیلی رک و پوسکنده بگن. و آخه ببینید یک هنرمند اصلا به یک هنرمند نباید از چشم پول بهش نگاه کرد. یه هنرمند هنرش سرمایشه، بله، هنرش زندگی مردم در حقیقت، بله، و باید گرامی داشت، باید بهش، بله، احترام گذاشت. متاسفانه بعضی من یه احترام رو بلد نیستن، نه، که چجوری به بعضی از افرادی که در یه کتگوری خوبی هستن از نظر کار، از نظر موقعیت اجتماعی، سیاسی، ولی از نظر مالی نمیتونن. چون ببینین یک هنرمند نمیتونه روح اون رو نداره دنباره درآمد باشه، بله، کاسب کار به قول کاسب نیست، میدونید دلال نیست که راه بیفته تو خونه این و اون که بخواد جیب این و اون رو بزنه، روش نمیاد، روش نمیشه این کارا رو بکنه، بله. میدونی این کار این دلال هاست که شما وارد، بله، محفل میشین میبینین اینا، آره، به چه شکل از این میز به اون میز، از این میز به اون میز، میدونی آروم، بله، و قرار ندارن که دنبال آدم جدید بگردن، بله، که بتونن یه گوشه گیرش بیارن که بتونن جیب طرف خالی بکنن. خدا دقیقاً همینی که میگه، میدونی آخه آدم میگه به اینجاش میرسه، واقعا ناگفتنی ها رو باید گفت و من و امثال ما وظیفه‌مونه که این کارو بکنیم، آگاه بکنیم، به خصوص جامعه هنری ما که از یک ارزش خیلی زیادی برخوردار هستن، چون اینا با دست خالی اومدن توی این مملکت، بله، با دست خالی دارن زندگی میکنن، با دست خالی برای خودشون آبرو خریدن، حیثیت خریدن، اسم خریدن، نام خریدن، واقعا واقعا زحمت کشیدن، هنر دارن، حیف، واقعا حیف از داوودی روستایی عزیز با اون همه سابقه هنری، با اون کارهای زیبایی که واقعا بیشتر واقعا میبینی چقدر خارجی ها از مردم هنرمند کشور ما تجریر میکنن، ولی خود ما ایرانی ها متاسفانه، بله، خانم آقداشلو رو دیدی؟ بله، دیدی، بله، چقدر قشنگ در اسکار در اسکار با، بله، لباسشون درخشید، بله، و باور نمی کنید من خودم همون روز مانده
مخصوصا نشستم پای تلویزیون تا بعد از ظهر از خونه بیرون نیومدم، که چون برنامه های کوتاه کوتاه در مورد همشون میگن، در ویو من خودم شاهدش بودم که چه تقدیری از شهره آغدوش میکردن، به خاطر لباسش، به خاطر کلامی که روی این لباس نوشته بود، زن زندگی آزادی، و اسامی بعضی از اسامی کشته شدگان رو روی لباسشون گذاشته بودن. خب این خیلی مهمه برای ما، این باید خیلی قدم بزرگی باشه و ما واقعا باید سپاسگزار این زن باشی. زحمت کشیده تا به اینجا رسید. زحمت کشیده که این لباس رو تنش کرد و این دیزاینر معروف یک همچین لباسی رو براش تنش کرد، درست کرد و به تن این شخص کرد که بتونه وارد اسکار بشه. بله، کریستیان سیلیانو. بله، دیزاینر لباس ایشون بودن که بسیار زیبا، یک طرفش با و رنگی هم که انتخاب کردن، رنگ میدونی سفید الان امسال تو اسکار خیلی زیاد بود، تعداد بسیار زیادی رنگ سفید پوشیده بودن، شامپاین کالر و سفید، و واقعا طراحی لباس بسیار زیبا و خیلی گویا و خیلی حرف داشت، خیلی مینینگ زیبایی داشت، زندگی آزادی، و همه هم میخوندن و با کسایی که واقعا همه از لباس زیباشون قدردانی کردن، ولی متاسفانه جامعه ما همیشه میاد یه اشکال تراشی کنه، یه حرف عراجیف بزنن، بله، یه جوری کارهای قشنگ دیگرون رو بخوان خراب کنن که فقط بگن ما خوب ما هستیم. نه، نظر میخوام بدم، میخوام نظر دهنده باشن واقعا، ولی خب نظرم خوبه، آدم نظر خودش رو، چه نظر منفی، مغروزانه نباشه. بله، نظر مغروزانه بده، نظری که توش قصد و غرض داشته باشه اون بده، وگرنه نظر هر کسی میتونه نظر خودش رو بده در صورتی که عادلانه و واقعا دیسنت باشه. دقیقا. خب به قول از چه چیزهای دیگه باید صحبت کنیم؟ نمیخواین از برنامه‌تون صحبت بله. با اجازه دوستان، با عرض معذرت از شما عزیزان، که من این هفته متاسفانه به خاطر ترافیک یه ذره دیرتر رسیدم، برنامه‌رم دیرتر شروع کردیم، اینه که زودتر برسیم به کارامون و با دوستان عزیز یک بریم یه آهنگ گوش بکنیم به سلیقه مریم عزیز و برگردیم به مطالب ایشون بپردازیم. خواهش میکنم. Thank you.
آهنگ بسیار زیبا، ممنون. به هر تقیه رفتیم تو حال و هوای نوروز. بله. مانده است دیگه نوروز. بله بله. چیزی باقی نمونده. سبزه شما سبز شد؟ خیلی خوب. خب خدا رو شد. خیلی خوب. انشالله که روزی و زندگیتون هم همینجور سبز باشه و رو به قول دنیا به کامتون باشه. ما در حقیقت با دوستان و همکاران تلویزیونیمون یه گت توگیدر خیلی کوچولو خواهیم داشت برای ایام عید، خیلی خودمونی و مختصر واقعا، که انشالله به مختصر و مفید واقعا بیشتر. من خیلی آنستی همیشه من جمعهای جمع و جورتر رو خیلی کوالیتی تایم میتونی داشته باشی، خیلی راحت تری، خیلی میتونی با جمع چت کنی، صحبت کنی و بیشتر بهت خوش میذاره تا جاهایی که مهمونی خیلی بزرگ داده میشه، هیچ کس نوبتش نمیشه، نمیتونی هیچ، یعنی همش خب دیگه هم شعاف هم بیزنسه. بله واقعا به نظر من دور هم جمع شدن بقید. همین مداد وقتی که جمع باشه خیلی ریزالت بهتری داره. دقیقا. خب من امروز با اجازه شما دوستان عزیز در مورد شما سوالی داری قبل از شروع؟ نه. خب فقط دلم خواهد برای ایام نوروزی یه عیدی خوب به این دوستان عزیزمون بدیم. خب برای دوستان، هر کسی که به من تا آخر 13 به در تماس بگیره برای انجام کارش، من نصف بهشون 50% آف میدم. واقعا صادقانه میشه. این بهتر به خاطر شما دارم. اینم یه ایده بسیار قشنگی که از طرف غزاله جون به بینندگان عزیزم و یا اینکه بای وان گت وان فری، یه کارشون رو انجام میدم، یه کار دیگه شون رو رایگان براشون تا سیزه بدر. تا سیزه بدر دیگه. فکر میکنم عالیه، بهتر از این نمیشه واقعا. خواهش میکنم. بله. امروز دوست داشتم بیشتر در مورد سیتیزنشیپ با دوستان عزیز صحبت کنم، چون واقعا داره قیمت ها میره بالاتر، پرایس ها داره گرون میشه، همه چی رفته بالا، اینم باید بره بالا 100%. این چند سال گذشته قیمت ها و فی های ایمیگریشن همینجور سر جاش بوده. یعنی هیچ تغییری به خاطر کووید و بعد از این کووید به خاطر تولد و اینا، ولی الان واقعا تصمیم گرفتن که فی ایمیگریشن رو، فی اپلیکیشن ها رو ببرن بالاتر و علل خصوص دو تاش خیلی داره قیمت میره بالا. یک سیتیزنشیپه که حتی بیشتر از اینکه الان چقدر هست قیمت؟ الان 725 دلاره که الان این 725 دلار خیلی مدت طولانی هست سر این حد، سر این مقدار مونده. بله. و یکی فرم I-130 هست که فرم برای اقدام برای گرین کارت برای فامیل و یا همون خانواده و همسر و فرزندان و اینا میشه و این دوتا، اون هم 535 دلار 535 هست که اون هم الان واقعا سالها همین مقدار مونده و دستشون درد نکنه. قرار بود در دو سال پیش این قیمت ها رو عوض کنن و فیا رو عوض کنن، ولی یه موشن براش فایل شد و به خاطر کووید و در واقع وضع اکونومی که خوب نبود، اکثر کارا بسته بود، این نرفت بالا. ولی الان میدونید دیگه واقعا کووید دیگه اونجور افکتی نداره، مردم سر کاراشون هستن، همه چی قیمت ها رفته بالا. اینه که اگر که وقت سیتیزن شدنتون هست، خواهش میکنم قبل از اینکه بخواد قیمت ها بیشتر از دو برابر خواهد شد و در واقع نزدیک دو برابر خواهد شد، مراجعه کنید، پرونداتون رو سعی کنید، اگه میخواین سیتیزن بشین پر کنید، مراجعه کنید به من. اگر که واقعا لو اینکام باشید یا درآمد پایینی داشته باشید، شاید من بتونم که براتون این فی ایمیگریشن رو در واقع ویف کنم، از فرم ویور براتون استفاده کنم. حتما نباید از مزایای دولتی استفاده کنید. اگر که شما کار میکنید و دارید تکس میدید، من میتونم از روی تکستون که در سال گذشته پرداخت کردید و تعداد افراد خانوادتون پیدا کنم، ببینم آیا شما
واجد شرایط این هستید که بتونیم این فی رو برای خودتون و افراد خانوادتون بیت کنیم هستید یا نه. در ضمن اگر که کسی رو در خانه هست و واقعا بیماره، نمیتونه امتحان یا اون تست تابعیت رو بده، میتونه با نامه از دکتری که در واقع زیر نظرش هست بیاره و ما براش اقدام کنیم و در روز مصاحبه من به عنوان مترجم با این فرد میتونم برم و در اون تست همراهش باشم که اون فرم رو با من ریویو کنن و ایشون هم اگر که مورد موافقت ایمیگریشن قرار گرفت در واقع این تست رو یا این آزمون رو امتحان ندن. برای اینم حتما به من زنگ بزنید، اجازه بدید که در خدمتتون باشم. چیزایی رو که یکی گذاشتم تو نظر که من اینا رو بگم، بله، یکیش این بود و این که اگر که شما در سالهای گذشته هر کاری رو که انجام دادید که متاسفانه باعث شده که شما دستگیر بشید یا اینکه به دادگاه برید، حتما قبل از اقدام به سیتیزن شدن برید و رکورد خودتون رو از اون پلیس استیشنی که اونجا بودید و پرونده شما تشکیل شده حتما در بیارید که ما همراه پروندهتون فایل کنیم. که یعنی اگر این ریپورت باشه سیتیزن باز میشن یا نه؟ اگر که کسی دوره در واقع فاین ان پنالتی کارش رو پرداخته باشه و زیر پروبیشن هم نباشه، بله، و میتونه، ولی باید تمام رکورداش باید باشه، باید برید به کورت، اون لوکال کورتی که شما بودید حالا در هر منطقه که بوده و اون دادگاهی شما انجام شده، از در واقع رکوردتون رو بگیرید بیارید و بدید به من که با پروندهتون فایل کنم که روز اینترویو به مشکلی بر نخورید و دوباره شما رو پروندهتون کشدار به قول معروف نشه و منتظر باشن باز بخواین براشون اینا رو تهیه کنید و بفرستید، مدت زمان کمتری طول بکشه. این از سیتیزنشیپ. اگر که خیلی ها سوال میکنن که ما پاسپورت سفید میخوایم بریم مسافرت و احتیاج به پاسپورت سفید داریم و میخوایم در اسرع وقت پاسپورت سفید بگیریم، دوستان عزیز، خیلی سال پاسپورت سفید به صورت امرجنسی از بین رفته و واقعا کسایی رو براشون میتونیم ترابل داکیومنت یا براشون بگیریم که مدت واقعا یک کیس خیلی امرجنسی و خیلی واقعی داشته باشن و باید مدارکی رو دال بر این که واقعا این مسافرت باید خیلی در اسرع وقت انجام بگیره روی پرونده اینا باشه و باز با این وجود هم باز مدت یکی دو ماه طول میکشه. بنابراین اگر که میخواین مسافرت کنید، گرین کارت دارید و میخواید بیشتر از 6 ماه خارج از آمریکا باشید یا نزدیک 1 سال یا بیشتر از 1 سال خارج از آمریکا باشید، حتما برای گرفتن پاسپورت سفید یا همون ترابل داکیومنت مراجعه کنید، اجازه بدید که در خدمت شما عزیزان باشم. اگر که ازدواج کردید، خیلی از جوان ها این روزا، حالا دیگه کووید و اینا رفته، من میبینم که خیلی به آفیس من خدا رو شکر مراجعه میکنن، رفتن و همسر گرفتن، همسراشون رو دخوان از ایران بیارن. این چند سال کووید بود و این مسافرت ها و این جور مراسم ازدواج اینا زیاد نبود. حالا خدا رو شکر داره کووید از بین رفته. خدا رو شکر. بله. دوستان عزیز، اگر که ازدواج کردید و میخواین که همسرتون رو به آمریکا بیارید، خیلی خوب هست که هرچه زودتر اقدام کنید قبل از که فیها زیادتر و زیادتر بشه. یه سوال هم خیلی دوستان از من میکنن، کسانی که به طور مثال یه نامزد دارن در ایران، این سوالو خیلی از من میکنن. دوستانم برای دوستان مقدار توضیح بدم، میگن که ما یه نامزد داریم، میخوایم بریم مثلا ایران نامزدمون رو ببینیم و خب شاید هم ازدواج کنیم و بیان، آیا بهتر هست ما این همسرمون رو به عنوان
فیانسه ویزا اول بیاریم آمریکا و بعد وقتی وارد آمریکا شد براش درخواست گرین کارت کنیم، یا اینکه حالا که رفتیم ایران اونجا ازدواج کنیم و همسرمون رو بیاریم. من یه نظر شخصی دارم، این البته فقط نظر شخصی من هست، برای چون که واقعا همیشه سعی میکنم چیزی رو بگم که به نفع شما عزیزان باشه، به سودتون از لحاظ مالی، از لحاظ همه جوره به نفعتون باشه. اگر واقعا شما که قصد مسافرت به کشور دیگه رو دارید و میخواید همسری رو دیدید و میخواید اون رو به آمریکا بیارید و قصدتون واقعا ازدواج هست، تمام اون مراحلت رو بهتر هست، نظر شخصی من هست، که ازدواج کنید که وقتی میخواین برای این فرد همسرتون یا اقدام کنید، در واقع برای همسرتون اقدام کنید که یک بار فیا رو بپردازید، یک بار مدت طولانی از هم دور باشید و مدتی که طول میکشه. مگه به عنوان نامزد میشه گرین کارت گیره؟ نه نمیشه گرین کارت گیره، ولی میشه اگر که شما نامزد دارید، نامزدتون رو براش فیانسه ویزا بگیرید، ویزای نامزدی بگیرید، بیارید به آمریکا و این در واقع این نامزدی برای مدت 3 ماه به اینها اجازه میدن که این فرد در آمریکا باشه. در مدت 3 ماه اینا با تصمیمشون رو بگیرن، ازدواج یا ازدواج کنن، یا اگر که به ازدواج کشیده نشد اون فرد باید از کشور خارج بشه و به کشور خودش برگرده و اجازه نداره که بخواد اکسچنج کنه این نوع ویزاش رو، یا اینکه فقط ویزای فیانسه ویزا فقط در زمانی میشه اکسچنجش کرد که با همون شخص مربوطه که براش ویزا گرفته با همون ازدواج کنه و اون موقع هست که اکسچنج ویزا میشه و از ویزای نامزدی به ویزای گرین کارت و پرمیننت رزیدنتی تبدیل میشه. ولی اون در واقع، ولی خب شما وقتی بخواید فیانسه ویزا بگیرید یه سری فیای داره و یه مقدار چارجایی هست که شما باید اینا رو بپردازید، یه مدت پروسسینگ تایمش هست که باید بگذرونید، تمام مدارکی رو که برای در واقع فیانسه ویزا میخوان، برای گرفتن گرین کارت برای همسرتون هم میخوان و آخر باز میان اینجا و بعد از اینکه ایشون وارد شد یه مدت 3 ماه وقت دارید که تصمیم بگیرید آیا میخوان ازدواج کنید و وقتی ازدواج کردید باز باید یه مقدار فی بپردازید، یه مقدار چارج داره که شما این گرین کارت رو برای همسرتون بگیرید. بنابراین به قول معروف من همیشه میگم لقمه رو دور سرتون نچرخونید. اگر که واقعا تصمیمتون رو گرفتید و فکر میکنین این فردی هست که میخواین برای آیندهتون، انشالله دل به دریا بزنید، ازدواج کنید و انشالله که خیر پیش پای راهتون باشه و برای گرفتن گرین کارت برای اون عزیز هم میتونید به من مراجعه کنید و من با کمال میل در خدمت شما عزیزان هستم. چه کسانی که سیتیزن آمریکا هستن، که خب کسانی که سیتیزن هستن کارشون خیلی زودتر انجام میشه، و چه کسانی که گرین کارت دارن و میخوان برای همسرشون درخواست گرین کارت بدن، من در خدمت دوستان عزیز هستم. شما تلفنتون رو لطفاً اگر سوالی در این موارد دارین میتونید با شماره 818-481-8018-481-80-35 زنگ بزنید و اجازه بدین که من در خدمت شما دوستان عزیز باشم. چقدر مونده دیگه؟ تقریباً وقت داره تموم میشه. بله. درست خب... مریم جون؟ بله. اگر من فقط یک سریز کارامو میگم، اگر که شما میخواین برای SSI اقدام کنید، در واقع به سن 65 رسیدین، سیتیزن هستید و میخواین برای SSI اقدام کنید، اگر بیمارید و قادر به کار نیستید ولی هنوز به سن بازنشستگی نرسیدید، باز هم میتونید از مزایا و بنفیتس های گاورمنت استفاده کنید. اگر که بیمارید و واقعا نمیتونید کارهای روزانه خودتون رو انجام بدین، مثل کارهای پرسونال کرینگ خودتون، غذا درست کردن، حموم کردن، لباس شستن و کارهای منزلتون رو نمیتونید انجام بدین، میتونیم ما برای شما عزیز یک در واقع حقوق پرستار بگیریم که حالا یکی از افراد خانواده، یک فردی از بیرون بیاد و به شما این سرویس رو بده. خلاصه اگه بیمه مدیکر ندارید، اگه بیمه مدیکل ندارید، یا اگه فودستم ندارید، اونهایی که SSI میگیرن میتونن یه مقدار از فودستم استفاده کنن. اگر که فودستم ندارید به من زنگ بزنید،
اجازه بدید در خدمت شما عزیزان باشم. در شماره تلفن 818-481-8035 منتظر تماس شما عزیزان هستم. بسیار عالی. شما همیشه در امر خیر هستین. قربونت برم. و کمک رسان به همه مردم ایران هستین. God bless you. قربون شما برم. واقعا خوشحالم در این تلویزیون. امیدوارم که سال بسیار خوبی رو داشته باشین. در سال جدید من شما رو خواهم دید. و غزالی جان سالیان سال همراه، همگام، هم فکر برم. ما در تلویزیون اصل امروز هست، در حقیقت پارچی از تلویزیون اصل امروزه. برم. من باعث افتخار و سعادت من هستم. واقعا خیلی خوشحالم و خداوند این لطف رو به من داشته که بین این همه واقعا تلویزیون های رنگ و وارنگ میگن خداوند واقعا جای درست، انسان های با شرف، انسان های خوب، مردمی واقعا اهل دل، اهل انسانیت و اهل شرف رو خدا راه رو برای من باز کرده. مرسی. و این محبت رو شما به من داشتید که اجازه بدید در کنار شما و مریم عزیزم. واقعا مریم یک تکه جواهره و خیلی خوشحالم از داشتن یک همشهری گل و یک همشهری نازنین. مریم گل، واقعا اسم شما گذاشتیم مریم گله، حقیقتا گل هست. و چقدر خوشحالم که خدا رو شکر شیرازی ها همه جا پرچمشون بالاست. آدم های خوبن، آدم های خوبی هست. و خدا رو شکر یک همکار عزیزی مثل مریم عزیز داریم که یار و یاور ما هست. و ممنون از شما، ممنون از آقای هوشیار نژاد و امیدوارم که خداوند همیشه براتون برکت، سلامتی، خوشحالی و هر چیز خوب رو برای خودتون و عزیزانتون بیاره. مرسی. من واقعا خیلی 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 دوستشون دارم. اینو از صمیم دل میگم، از ته قلب میگم. واقعا انسان های بسیار بسیار نازنینی هستن. واقعا از جنس نور هستید. مرسی عزیز. از جنس گل هستید. انسان های خوب، خودتون، همسرتون، دختر گلتون و اون نبه هاتون که من عاشقش میدم. انشالله که سال خوبی برای همه شما عزیزان باشه. سال نو مبارک باد بر همه بینندگان عزیز و همه مردم وطن پرست در سر و سر دنیا. هپی نوروز. دوستتون دارم تا سال دیگه. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. خدا نگهدار. سبن ستاره تو هفت سینه دلاتون الهی که بباره.
نم نم برکت و عشق تقدیم صفره هاتون امسال هم مثل پارسال خدا پشت و پناهتون نم نم برکت و عشق تقدیم صفره هاتون امسال هم مثل پارسال خدا پشت و پناهتون نقش قشنگ